کجا بودی شبایی که غمامی کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ تماشا کن تو این درد رو، به دنیای من آوردی. تماشا کن تویی که خنده هامو با خودت بردی. نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی. زمین خوردی، هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست. کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست. کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. کجا بودی شبایی که غمامی کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست. کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگر رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست. معلممون میگفت تو لهجت خیلی خوبه، ولی لیسنینگ هم کار داره. هنوز بخوام برم خارج باید تقویتش کنم. مگه میخوای بری خارج؟ تو فکرش که هستم، واسه یکی دو تا دانشگاه خوبم درخواست دادم، منتظر جوابم. منتظر جواب نمون، برو آکسفورد. جدی میگی آرمان؟ آره خیلی جدی میگم، گاستکش برو آکسفورد. تو حیفی اینجا آرمان، تو بهتر نیست همینجا کنکور بدی دانشگاه قبول شی پیش خواهرت بمونی؟ خب چرا؟ اینجا که قطعی قبولم، یعنی میدونین من استعدادم خیلی زیاده، نصف بقیه درس میخونم درصدام دو برابرشون میشه. همون آکسفورد، حروم میشی تو اینجا. سمین جان پاشو بیا گوجه رو خورد کن، پاشو بیا. اول برو گوجه رو خورد کن بعد آکسفورد. کفگیر برنج رو میاری یادم. چی میگی؟ نمیشه یه شب جلو دهنتو بگیری اینقدر ور نزنی و زخرف نگی؟ تو خوبی بابا. آرمان این یکی رو بیخیال شو، آب رو ریزی ران انداز. بچه شدی تو، من اینا رو میشناسم، صد تا مثل من نمیذاره تو جیبش. از دستتون بابا گفت فلان یه چند روز بمونه بچرخه بعد تصمیمشو بگیریم. اگه موندنی شدیم که یه آپارتمان کوچیک میگیریم. سمی اگرم نه که تو خوابگاه یه جور سر میکنیم دیگه. خوابگاه چرا؟ حالا پیش ما میمونید تا تکلیفتون روشن شه. نه من خودم هم مزاحم شما هم دیگه، اگه سمینم بخواد اینجا بمونه که چند روز بیشتر نیست که
خودشون گفتن بمونین. البته اینجا خونه خودتونه. ولی هر چی زودتر تصمیم بگیرین برای خودتون بهتره. سمین خانم میگم شما یه بسته بخه. بسته چی؟ نه آخه پر انرژی، مصرف اینترنتت بالاست. مامان نه نه مامانمه. تا براش همین چیزو تعریف نکنه خیالش راحت نمیشه. اتفاقا عصری هم زنگ زد، خیلی بهتون سلام رسون. سلامت باشم. کلت نیست یا یه بند داری ور میزنی یا سرت تو گوشیه؟ با کی چت میکنی تو؟ اولا به تو ربطی نداره، بعدشم اگه عقل داشتم که میدونستم چجوری مثل تو خودم آویزونه اینا کنم. ایول داری یا حالا چی کاره از این پیریه؟ مایه داره؟ سمین فردا میبرم ترمینال با پس گردنی سوار اتوبوست میکنم میفرستمت پیش مامان بابا ببینم چه غلطی میخوای بکنی. منو تهدید نکن، چون میدونی اگه چیزایی که میدونم و به این خانواده محترم بگم دیگه حتی جواب سلامتم نمیدن. چقدرم در پیت میزنه این پسره. حالم ازت به هم میخوره. میگفتید میآوردم براتون. آتیه بابا جانم، فردا صبح هر جو که خواستیم بریم این بچه سمینم با خود دومر داریم بریم اینجا تنها هم جس. به آرمونم به بوی خود خودش رو جمع جور کنم. اونم به چش بسی این قرصت هم گرفتم توی یخچال. مرسی. کی به زنگ میزدی ریجکتش میکردی؟ بعد میگم دختر آویزونه باورت نمیشه. میگفت کار واجب داره باهات. کار واجبش چیه؟ چرت میگه. جوابشو ندادم. آرما یه زنگ بزن بهش. چی کار کنم آخه؟ هاش کات کنم یا نکنم؟ مثل آدم رفتار کن. میفهمی؟ حتما داری فکر کنی چرا بهت گفتم بیای تو این جلسه. احتمالاً صلاح دونستید باشم. نه خواستم بفهمی که یه شیر به هر اندازه که قدرت داشته باشه از پس یه گله گاو برنمیاد. این جماعت بهت سلام میکنن، مخلصم چاکرم میکنن، ولی به محض اینکه برگردی خنده رو از پشت میزنم. اصل بر بی‌اعتمادی. کجا میخوای بری؟ برنامه خاصی ندارم. منم دارم بخواد یه دوری با هم بزنیم. ماشینم هر روزم میگم بیاد ببره. بریم. فکر نکنی تو پروژه خودمون با این آدم ها کاری نداریم. نه اینا همه جا هستن، فقط باید زبونشون بلد بشه. جایی بشینیم قهوه بخوریم. بریم. شما بیشتر کجا میرین؟ پاتوقتون کجاست؟ والا پاتوق اونجوری که ما نداریم. اونجوری؟ یعنی چی؟ اگه بشه جوانای امروزی پاتوق نداشته باشن. یه کافه همین نزدیک از کافه خوبیه، میخوایم بریم؟ دور و نزدیکش مهم نیست، ولی
میرین پاتوق خودتون. دلم میخواد بدونم که چه جور جاهایی رو دوست داریم. نکنه سیکرته، نه؟ نه سیکرت که نیست. بریم، بریم همونجا. بریم. هم در این مقوله تأثیر داره، گرچه نگرش ها و ادراکات مردم متفاوت هست. الان بیشتر کلاس تا کی سر کلاسی؟ تا زور کلاس باشه. کلاس تموم شد یه زنگ به من بزن. خداحافظ. ترجیح میده لطفاً گوشیتون رو خاموش کنید. بله ببخشید استاد. و انتظارات نسل خوشبختی هستین. جوونی های ما یه همچین جاهایی نبود. البته راستشو بخوای ما هم اهل اینجور جاها نبودیم. آخره تون دورم یه جایی بود که با دوستاتون دورم جمع بشید دیگه نبود. نه اصلا شاید باورت نشه یه روز من و مادرتو 2 ساعت بازداشت کردن تا بفهمن ما با هم چه نسبتی داریم. ولی شما الان میرین، میاین، با هم حرف میزنین، معاشرت میکنین، عاشق میشین. همین تجربه کردن عشق و قدرشو بدون موهبتیه. چی بشه؟ اونجا نمیدونم، فعلا دارن دکور میزنن. احتمالاً گالری یا یه همچین چیزی بشه. خوبه. سرحال نیستی؟ من؟ نه خوبم. نمیدونم یه چند روز احساس میکنم رو به راه نیستی. اگه چیزی هست بگو. نه دیگه خوبم. اگه گرفتاری کاریه برطرف میشه. سخت هست ولی میگذره. ما هم الان تو شرکتمون کم مشکل نداریم. درست. ذهنم چیز عجیبیه ها، میره یه هوی. نمیدونم چی شد یه هو رفتم تو 40 سال پیش. خدا رحمت کنه پدر بزرگی تو، از فوتبال خیلی بدش میومد. خودش که بدش میومد یه طرف، ما هم که میخواستیم از تلویزیون تماشا کنیم یا بریم استادیوم یک علم شنگهی به پا میکرد. یه روز با یه سری رفتیم استادیوم، با عجله برگشتم، دیدم نشسته پشت میز چند نفرم بودن مشتری دیگه. گفت کجا بودیم؟ گفتم که رفتم دنبال کارهای کارگاه دیگه. هیچی نگفت. 2 روز بعدش وقتی کار تموم شد اول رفت در دفتر رو بست، بعد اومد گوش منو گرفت، گفت بیشعور اگه دفعه دیگه خواستی دروغ بگی و قصه سر هم بکنی این رنگ قرمز رو از رو صورتت پاک کن. یادم رفته بود دیگه. مگه تو نگفتی به موقع رسیدی فرودگاه؟ چیزی لازم داری من بیارم خدمتتون؟ نه خیلی ممنون. قهوه خیلی خوبی بود. دستتون درد نکنه. نوش جونتون.
ممنون. خب بریم. ای اگه اجازه بدید من حساب میکنم. نه 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 اجازه بدین دفعه اول مهمون من. خواهش میکنم خانم. نه من تعارف نمیکنم. اجازه بدین. واقعا تعارف نمیکنم. خیلی خوب. اگه این جوان ها ایراد نگیرن که اینجا جای پیر پاتالا نیست، من مشتری دائم شما خواهم بود. هر وقت دوست داشتین تشریف بیارین خوشحال میشم. ممنونم. خدا نگهدارتون. میدونی امیر، لیلا زن خوبیه، همه جور هوای منو داشته همیشه، برای بچه هم مادر خوبیه، ولی من هیچ وقت نتونستم باهاش عشق و تجربه بکنم. بعد از مدتی میشه یه عادت، تو هستی اونم هست، ولی یه چیزی کمه. اینا رو باید گفتم که قدر اون دختری رو انتخاب کردی و بدونی تو اسما رو دوست داشتی که انتخابش کردی. نه بله. یه وقت این چیزا رو نهاری بذاری کف دست لیلا، روزگارمو سیاه میکنه. وقتتو گرفتم، ولی خیلی خوش گذشت. مراقب خودت باش. خداحافظ. شما مگه من گفتم بیا تهران؟ خودش پاشده اومده، شما چرا یقه منو داری میگیرین؟ اصلا به من ربطی نده. یه لحظه اجازه بدی میشه منم حرفمو بزنم؟ من اومدم دانشگاه دارم درس میخونم، جون میکنم، خرجم هم در میارم، چی کار باید بکنم؟ از موقعی که اومده دارم بهش میگم باید برگردی، چش سفیده، خودتون لوسش کردین، یک کلمه نمیشه باش حرف زد. نه اصلا لازم نیست شما بیاین اینجا. به پلیس خبر بدین که کتبسته بیارنش دم در خونه، آبروتون بره. چه میدونم، یه ذره صبر کنین، عقل شاید بیاد تو کلش. باشه خداحافظ. دوباره شروع نکنی ها، من بر نمیگردم. زیادم ور بزنی کیفمو برمیدارم و خداحافظ. میشه یه دقیقه دهنتو ببندی؟ سمین برو یه چند ماه دیگه کنکور بده، یه رشته الکی بزن برگرد تهران. نه خوشگله، به کنکور نرسیده به زور عمه عروس پسر روانیش شدم. چشم هم بذارم چهار تا کور و کچل دورمو گرفتن. نه من نیستم. الکی هم قیافه خواهر دلسوزو برای من نگیر، اون رفیقتو سیاه کردی. من که میدونم برای اینکه بیای دانشگاه و تهران پارو کیا گذاشتی، شوهر و بچه تو ول کردی، اون وقت برای من عدای خانمای محترمو در میاری. ببین یه بار دیگه هم گیر بدی میرم، ولی قبل از رفتن همه چیو میذارم کف دست آتیه خانم. تو غلط میکنی، دهنتو باز کنی. از شوهرم جدا شدم، کار خلاف نکردم که. آره از شوهرت جدا شدی، برای چی جدا شدی مهمه؟ اصلا شوهرت به درک، بچه تو برای چی ول کردی؟ مگه همه چیزو باید برات توضیح بدم؟ نمیخواد برای من توضیح بدی، برای دوستات توضیح بده، برای هم دانشگاهی ها تو دانشگاه توضیح بده، برای آتیه خانم توضیح بده. سمین تو چیزایی که به تو مربوطه اصلا دخالت نکن. سلام. سلام.
کی اومدی؟ من؟ همین الان گفتم خسته این براتون قهوه آوردم. مرسی. سلام. سمی خواهرم، تازه رسیده تهران. حالتون چطوره؟ خوشبختم. شما؟ من علیرضا هم، هم دانشگاهی سمیرا خانم. خوبی؟ ممنون. اومدین تهران برای گردش و اینا؟ نه خیر، برای کسب علم و دانش. البته قبلش یه گردشی هم بکنم بد نیست. با اجازه. سر راه من چند تا بنگاهی پرسجو می‌کنم ببینم میشه یه آپارتمان ردیف جور کرد یا نه. سمی تو که اینجا رو بلد نیستی. صبر کن با هم دیگه میریم، گم میشی یا؟ گم شدم میرم پیش آقای پلیس. شما به هم دانشگاهی برس. خواهر بامزه‌ای داریم. دنبال خونه میگردیم؟ آره، بابا به این شرط گذاشته سمین بیاد تهران که بره پیش عمه بمونه، اما سمین نمیخواد بره. چرا؟ خب به خاطر اینکه میگه زحمت عمه میشه، طولانی مدت هم که نمیتونه خوابگاه بمونه. خب حق داره بابا. منم به سمین میگم برگرده، یکی دو ماه دیگه بیاد. میگه از درسام عقب میمونم. حقم داره، خیلی بیراه نمیگه. حالا باید بگردیم یه خونه پیدا بکنیم که خیال بابا هم راحت باشه. من یه رفیقی دارم، یه خونه کوچیک داره، شاید بتونم باهاش حرف بزنم براتون بگیرمش. واقعا میگی؟ مثل اون مصاحبه دایید نیست؟ خیلی بی‌معرفتی. اولا که با دایی حرف زدم داره نرم میشه، گفته خبر از من. راجب این موضوع هم حالا بذار یه حرفی بزنه، میدونیم چی میشه. خونه چجوریه؟ من نور خونه خیلی برام مهمه. اجارش چی؟ من که هنوز ندیدمش، ولی نگران اجارش نباش. این رفیقم یه جورایی به من بدهکاره. حله. قهوه تو بخور. حالا اگه بهت بگم نمیتونیم قرار بذاریم چی؟ من که اینجا خونه ندارم، بخوای پاش نشو در بیاری. طرف ونک، خیابون خدامی، همون خدام. ببین یه ذره جلوتر، یعنی بعد نسترن سوم، یه ایستگاه اتوبوس اونجا منتظرتم. ماشین چیه؟ سمین، احسانم، بیا دیگه. نشناختیم الان؟ نه. چطوری؟ خوبم. خودت با عکس ایستاد خیلی فرق داری. ریشام بلند شده. سلام، رحیمی هستم. بفرمایید. اگه یکم با ما را بیاین اجازه بدین اجاره رو زیاد کنیم، ما همینجا بمونیم. حالا خون بالا خون همینش تشریف میادیم ورتا. این دیوارم که شده دفترش نقاشی بچه دیگه. آخه اون که چیزی نیست قربونت برم، تمیزش میکنم. عزیزم اون تمیز میشه، اون رنگ بشه. خب رنگش میکنم. آقا یکم بذار رو رهن اینجا، بذار ما همینجا بمونیم. عزیزم من مشکلم پول نیست، دارم ازدواج میکنم، چجوری به شما بگم؟ خب سلامتی، دو هفته پیش خودتون گفتیم بذار رو بندیم. باریکلا، دو هفته پیش دیگه، تو دو هفته شما نمیبینید مملکت از این رو به اون رو میشه؟ نگاه کن آقا، اون خونه ای که دیده بودین رو همین امروز اجاره کن، تا دو روز دیگه اساس بکشین تمام. اینجا هم نمیخواد رنگ کنین، بذارید همینجوری بمونه. حداقل یکی دو هفته بهمون فرصت بدین لطفاً. خواهر من زنم تا آخر هفته داره جهیزیه میاره. شما که قرارداد هفته پیش تموم شده، اینم که وضع خونه و زندگی و کابینت هست. هر خسارتی هست از پول رهن خونه برده.
بله. آرمان در باز کن. به خدا کار واجب دارم باهات. بدبخت شدیم آرمان، باز کن. حالم خوب نیست، باید باهات حرف بزنم، باز کن. وایسا دم در میام. سلام. مگه بابات نگفته بود کات کنی؟ بیام تو باهم. اوه همینطوری بیای تو. همونجا بگو. اینجا که نمیشه گفت. برو سر کوچه 10 دقیقه دیگه میام. آرمان. سر کوچه. خوش اومدید. مصدقش. بازم تسلیت میگم. همه خالت باشه. زحمت هم کشیدید با مهندس اومدید مسجد. نه بابا این حرفا چیه، وظیفه است. بفهم. خدا رحمت کنه. حال چی میشه وضع کاراتون؟ هنگ هنگ علیرضا. نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی به مرگ حمید مشکوکم. یعنی چی؟ من داشتم خوب میشناختم. با احتیاط و یواش رانندگی میکرد. هفته دوبار نه یه بار این جاده رو میرفت میومد. یعنی چی؟ یعنی میخوای کشتنش؟ احتمالش هست. حاجی هم اینو میگه. حاجی؟ شریکمون. حمید دشمن زیاد داشت. تو کار ما هم از این چیزا بعید نیست. حالا من نمیدونم چی بگم. به حال هر کار چیزی بود من در خدمتم. من اومدم بگم که دایی با شرایط پروژه شما موافقت کرده. هر وقت رو دماغ داشتی میتونیم یه قرار بذاریم کارو تموم کنیم. یه روز هماهنگ کنیم بگیم بیان اینجا صحبتشو بکنیم. عالیه. منتظر تمام. آره حتما. یه ماشین تمیزی داریم، چند شدن اینا الان؟ نمیدونم، قابل‌دار نیست. صاحبش قابله. سلام، من همین الان اومدم. چی؟ عزا دارن دیگه. خب میگه ممکنه مرگ داداشه برنامه باشه. یعنی چی؟ یعنی کشتنش؟ چرا نمینا اینجوری میگن؟ مزخرف میگه بابا. کیه؟ حالا تو چرا زرد کردی؟ رزی منو وارد این بازی ها نکن، من آدم این کار نیستم. اتفاقا نشون داده که خود جنسی ندیدم مطابقت. الانم نمیخواد نگران باشی. برو زودتر برسی خونه، بعدم با هم صحبت میکنیم. آخ 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 سوخت سوخت سوخت. آقا انقدر خودمون رو گرفتار کردیم که معنای زندگانی رو فراموش کردیم. ایراب چون یه وقتایی هم باید به خودمون برسیم. خب تو که زندگی قشنگی داری، تنهایی، به خودت میرسی، آشپزی میکنی. من با آشپزی حال میکنم، ذهنمو خالی میکنه از این افضلی و لطفیان و این انوگوها. مهراب جون، من نمیخوام فضولی کنم، اما شما خود اوستایی به ده توی مثل من درس میدی. میبری لب چشمو تشنه برمیگردونی، اما آخه تو این وضعیت شما لیلا خانم، دخترها از شما دیگه گذشته. کار دست خودت نده مهراب. حالا اگه گذری بود من خودم تشویقت میکردم، اما اینجوری که تو آش و لاش شدی. تو این چند روزه خیلی با خودم کلنجار رفتم که از مغزم بیرونش کنم، فراموشش کنم.
نمیشه. نمیدونم انگار یهو پرت شدم به 30 سال قبل. همه اون حسایی که همون وقتا تموم شده بود دوباره زنده شد. آخه عشق و عاشقی بعد از فخری اصلا برا معنی نداشت. نمیدونم ولی الان چی؟ رازی گیر افتادم. گیر افتادم. نمیدونم عقلم یه چیزی میگه، دلم یه چیزی دیگه میگه. نمیدونم. فکر بعدش کردی؟ خدا تو را از من نگیرد، ندیدم از تو گرچه خیلی. به یاد عمر رفته گرگم، کنون که شمع بزم غیرم، بهار من گذشته شد. سایت رو حداقل بذارم. سایت رو میذارم دیگه. سایه اینو بذارم. بابا نکن اینجوری. من خواستم بیام. بذار یه سایه روشن برات. ماما اون چیه بابا؟ چیه بذار مثلا سفید میخوام برات بذارم. بابا چی ها پاپه چشم؟ کجا چاقی تو؟ تو همینجوره قشنگ چه بامزه هستی؟ آره بامزه هست. امیر اینا رو ببین چه قشنگه. بگیرم چند تا؟ اگه فکر میکنی خوبه خب بگیر. آره آتیه جانم باید با حرف بزنم. حرف میزنی دیر که نمیشه. جناب از این سرویس بشقاب بزرگش هم داری؟ نه متاسفانه نداری. تو نمیخوای هیچ نظری بدی نه؟ هرچی خودت انتخاب کنی خوب دیگه. من چی میگم؟ خودم انتخاب میکنم. سلام امی، چطوری؟ سلام، کجایی تو؟ خیلی دور، خیلی نزدیک، فرودگاه تهران. ایرانی؟ نیم ساعت نیست نشستی. خوش اومدی، چه بیخبر پس. خواستم سورپرایزت کنم، به کسی چیزی نگو، بیا فرودگاه. جا خوردی؟ آره خب، من اصلا انتظارش نداشتم یه هوی پاشی بیای. ببین، الانم یه ذره گیرم. چی رو کار دارم؟ بازو بیا ببینم دارم برات تنگ شده. بیا میخوام ببینم. بذار ببینم چیکار میتونم بکنم. باشه میبینم. خداحافظ. خداحافظ. اتفاقی افتاده؟ چی؟ نه این حسابدار شرکت دایی بود یه ذره قاطی کرده دوباره حساب کتاب ریخته بهم. بذار اینا رو حساب کنم بعدم با هم میریم. خب باشه. آقا من اینا رو بر میدارم. این چند تایی که اینجا هست. دست کی بوده اینجا انقدر کثیفه؟ باید رنگش کنیم. بالاخره داریم پول میدیم. نگاه کن. یه روز صبح تا غروب خودمون ستایی رنگش میکنیم. دیگه هر رنگی که دلت خواست. پول رنگش هم از این رفقم میگیرم.
بله طبقه دو. بسه دیگه خفم کردی و اسمس بازید. سلام، دست در نکنه، مرسی. در پایین رو ببن پشته. خدا حافظ. بفهمی بفرمایی برای اجاره صحبت کردی؟ نگران اجاره نباش، دربت میگم که رفیق همه دیگه. این مرغه ها میخوای این ورداری؟ آره، یه دونه از قابلتون رو نداره، 470 تومن. جبران میکنم برد تم که خوشحالی جبرانه. تو کجایی؟ من سر کلاس. چه کلاسی آخه سر ظهری؟ آره سر شب خوبه. فاکتورش خدمت شما. مرسی. یه استاد همین موقع میتونست بیاد، یه کلاس فوق العاده است. برو فرودگاه هست اونجاست، باید بری دنبالش. ببین من میگم نمیتونم بیام سر کلاسم. علی رضا با من چونه نزن، یه بار ازت یه چیزی خواستم. پاشو برو دیگه. بجون. دیر نرسی. خدا بیارم برات. متشکرم. الو امیر رسول. امیر. چی شده؟ هیچی با دختر داییم از لندن اومده و دارم فرودگاه دنبالش. فرودگاه؟ چه باحال؟ با هم بریم. برو من ماشین رو میبرم پارکینگ. نه بابا بی خود، برای چی پول پارکینگ بدیم؟ بشین افسر من دور بزن تا من بیام. اومده منم. پس ما برای چی اومدیم این همه راهو؟ سمی سوال بی خود نمیپرسی، حرف اضافی هم نمیزنی ها. من زودیم. کجا؟ سمین؟ سمین؟ ای؟ یه لحظه بابا اح گیری کردیم. علی رضا رسیدم بخیر دختر دی. خوبی؟ امیر یه کاری برش تو شرکت پیش اومد، منم که از خدا خواسته. امیر دیگه بی خیال، یه چرخ بردارم بیارم. ها چی نخوردی؟ نه. استاپ چقدر طول کشی؟ 4 ساعت. اوه، خسته و کوفته. علی رضا. کی این دختره؟ کیم دختره؟ خیلی خوش اومدی. اسما دختر داریم، خانم قربانی، روزنامه‌نگار هم دانشگاهی. داشتم با هم مصاحبه می‌کردم راجع به یکی از پروژه‌های شرکت، دیگه شما زنگ زدین گفتم با هم دیگه بیام. ببخشید مزاحمتون شدم. حرف چیه؟ رفته دستشویی، برم دنبالش الان برمیگردم. ببخشید. کمک نمیکنم؟ نه. بلنشو بلنشو آبرمو بردی. چرا؟ بلنشو خب بزنی بود؟ بلنشو بهت میگم، بار آخری قید میشی میام دنبالت. فهمیدی؟ یعنی پولینا هیچی نمیدیم؟ قضا و ازام با دانشگاه هست؟ بله. تازه یه موقعی برای هر تمبت پولم میدن. یعنی هم درس میخونی، هم قضا بهت میدن، هم پول میدن گشت و گذار کنی؟ ببین من انگلیسیم خیلی خوبه، مخصوصا لهجم. حالا فردا پس فردا میام پیشتون، برم بگیم که چجوری بورسیه بشم. بیام لندن کمکم میکنین دیگه. دختر داری اینقدر نگران نباش، حتما همین کار واجبی براش پیش اومده. این اصلا آدم نیست که تلفن جواب نده. هم تلفن تو رو ببخشید، از زحمت افتادی، حسابی از کاراتم موندی.
نه بابا کاری نکردم که. گشنم شد. آخ آره منم. میخوای تو چایی بذاری من برم پیش مهتاب غذا بگیرم برگردم؟ نه نمیخواد. تو برو به کارهای دایت برس. اینم حالا نگران نباشه. آخر استاد آزاد شد. الو سلام. بله اوامرتون اجرا شد، خیالتون راحت. خیلی که عصبانی نشد ها؟ نه خیلی منتظر نشد. تو حل شد دیگه اون کار تو شرکت دیگه؟ آره باشه. یکی دست گوشی علی رضا گوشی الو. سلام، واقعا ببخشید من بد جور گیر کردم. شرمنده. مهم نیست. حالا میبینیم همون صحبت میکنیم. خداحافظ. خداحافظ. امیر تویی؟ دختر دایی خوشگلی داری؟